کدام عبارت در مورد انسان درسته؟ خب بریم سراغش. میگه که به طور معمول انسولین فقط با تاثیر بر یاخته های کبدی مقدار گلوکوز خون رو کاهش میده. مثلا داغونه گزینه. انسولین مثلا میتونه روی یاخته های ماهیچه‌ای ما اثر بذاره. انسولین میتونه روی خیلی یاخته های دیگه هم اثر بذاره تا اینا گلوکوز رو جذب بکنن. اثرش صرف روی کبد نیست. ردش کن. توی دو میگه در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده های خود میزان کلسیم خون افزایش پیدا میکنه. جایی میزان کلسیم خون افزایش پیدا میکنه که ما کلسیم رو از استخوان بریزیم توی خون، در کلیه بازجذب بکنیم، در روده جذبش افزایش پیدا بکنه به هر روشی. دارم پاراتیروئیدی ها رو میگم، درسته؟ پاراتیروئیدی ربطی به تیروئید ندارن، یک قده جدا هم بذاریش کنار. دقت کن، هورمون های مترشح از تیروئید یا T3T4 هن که میان میزان مصرف، یعنی بیس مصرف انرژی تو بدن رو دارن تعیین میکنن، یا کلسیتونینه که اجازه آزاد شدن کلسیم از استخوان رو نمیده. وقتی اجازه آزاد شدن کلسیم از استخوان رو نده، یعنی میزان کلسیم خون بالا نمیره، حتی ممکنه کاهش پیدا بکنه چون اجازه آزاد شدن کلسیم رو نمیده، اما بالا نمیره. اینجا داره میگه افزایش پیدا بکنه. ردش کن. بیا روسه. میگه به دنبال افزایش بیش از حد هورمون های T3T4، یعنی پرکاری مثلا تیروئید در خون فرد بالغ، میزان مصرف انرژی در یاخته های زنده افزایش. آقا T3T4 میخواد سطح انرژی مصرفی رو تعیین بکنه. وقتی زیاد باشه یعنی سطح انرژی مصرفی بالاست، وقتی کم باشه یعنی پایینه. وقتی بالاست خب من انتظار دارم مصرف انرژیم هم افزایش پیدا بکنه نه کاهش. 4 میگه در پی اتصال هورمون های تیروئیدی به گیرنده های خود. میدونی که هورمون های تیروئیدی در تمام یاخته های بدن گیرنده دارن. فعالیت نوعی آنزیم در ساختار گوشه قرمز افزایش میده. دقت کن، زمانی که هورمون های تیروئیدی به گیرنده هاشون متصل میشن، یعنی فعالیت یاخته ها، مصرف انرژیشون میره بالا، مصرف انرژی افزایش پیدا میکنه. آقا انرژی من کیه؟ ATP. ATP سوخته که میخواد ATP رو به تو بده. کیه؟ میگه گلوکوز. وقتی مصرف انرژی افزایش پیدا میکنه، پس گلوکوز مصرفی هم افزایش پیدا میکنه. در اثر افزایش گلوکوز مصرفی چی افزایش پیدا میکنه؟ CO2 تولیدی. CO2 وقتی زیاد تولید بشه، برای انتقال بیشترش ما مجبوریم روی قشای گلبول‌های قرمز بریم سراغ انیدراز کربونیک. میاد CO2 رو ترکیب میکنه با آب، به من کربونیک اسید میده که کربونیک اسید ما سری میشه هاش مثبت به علاوه بیکربنات یا همون هاش CO3 منفی. هاش CO3 منفی میره تو ریه برای اینکه دفع بشه به صورت CO2. حالا اونجا فعل و انفعالات دیگه ای ربطی هم به انیدراز کربونیک نداره این ورش، اما این ور هاش مثبت من میاد خون منو میخواد اسیدی بکنه. خیلی خوب، هموگلوبین در هوموستازی، تنظیم pH با جذب هاش مثبت نقش داره. اتصال هاش مثبت هم به هموگلوبین افزایش پیدا میکنه. اندازه فعالیت انیدراز کربونیک هم افزایش پیدا میکنه. گفته افزایش، قبوله. جواب گزینه 4.